گروه ها روی فیسبوک انجام می شد، در رسانه های اجتماعی انجام می شد و برای من به طور مشخص یک شاخص بزرگی بود که واقعا رگ‌های حیات سیاسی ایران هر چقدر بیشتر داره به سمت شبکه‌های اجتماعی میره. این مقاومتی در مقابلش نمیشه کرد. دنیای آینده ما، دنیای مشارکت‌های ما، مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی ما این شبکه‌های اجتماعی هستند. بسیار زورمند هستند، یعنی توان زیادی در تاثیرگذاری دارن و در دیسکورس سازی. اما به جهت اینکه ما یک دیسکورس منسجم و آلترناتیو مشخصی طبیعتاً برای تغییرات در نظام فعلی جمهوری اسلامی نداریم، در این رگ‌ها خون دیگری جاری است. خونی که در این رگ‌ها جاری است به باور من و به تماشای من که این مدت این وضعیت رو تماشا میکردم و میتونم بگم خیلی غمگین هم بودم، این خون از سر استیصال هستش، از سر ناکامی است، از سر تلخکامی است، از سر بیچارگی ما هستش. در هر دو سوی انتخابات، چه نفیان و چه اثباتن، یعنی کسانی که میخوان، کسانی که رأی نمیدن که این چه وضعیتی است، چرا ما باید به یه همچین محدودیتی در انتخاب‌های خودمون برسیم، چرا هر دم حلقه انتخاب‌های مردم ایران تنگتر میشه. یعنی یک سوال خوبی رو در مقابل کسانی که میخوان رأی بدن میذارن. کسانی که میخوان رأی بدن میگن که خب ما آلترناتیومون چیه، اگر رأی ندیم چه بکنیم؟ بعد این پاسخش خب دو سه تا چیز میتونه باشه. یکی این که لزومی نداره آدم کار بیهوده یا عبثی رو بکنه، اگر عبث هست البته، همونطور که عرض کردم در بعضی از شهرستان ها بدون تردید عبث محسوب نمیشه، اما لزوم نداره آدم کار بیهوده و عبثی رو بکنه در حالی که آلترناتیو نداره. طرف دیگه، بخش دیگری از این استدلال این هستش که آیا این رای دادن ها باعث گشایشی شده و تغییری رو در زندگی مردم ایجاد کرده یا نه؟ ما اگر نگاه بکنیم در این 37 ساله، در این 4 دهه‌ای که داره میگذره، انتخاب های مردم در هر بار انتخابات محدودتر شده، تنگتر شده. خط و خطوط جناحی که تازه نامگذاری هایی است که من چندان اعتباری قائل نیستم، یعنی من خودم رو درگیر بحث اصولگرا یا اصلاح طلب یا تندرو یا میانه رو نمی کنم. اینها اسمهای جعلی است، اینها در نسبت با منافع واقعی من شهروند ایرانی تا حدود درصد زیادی بی‌معناست، بی‌اعتبار هستش. اما به هر حال همین خطوط هم در میان حاکمیت به هم ریخته. به همین جهت وقتی انتخاب‌ها محدود شده، شما با یک استیصال بیشتری روبرو میشید، یه چیزی که به نام ویش سایکل میشناسیمش، یعنی یک چرخه معیوب همینطور ادامه پیدا میکنه. دایره شیطانی، دایره شیطانی بهش گفتیم، دایره شیطانی. و جز اون صحبت هایی که کردید، مسئله مهندسی شدن انتخابات ها در گذشت و در حال حاضر رو هم نمیشه از نظر دور داشت، همینطوره؟ همینطوره. به نکته مهمی اشاره میکنید. ببینید الان دیگه نیاز به تقلب در نظام جمهوری اسلامی نیست. با یک مهندسی خیلی دقیق انتخابات احتمال خطر و احتمال ریسک رو در انتخابات به پایین‌ترین حد ممکن میارن. یعنی شورای نگهبان این کار میکنه، آقای خامنه‌ای هم از این مسئله حمایت میکنه و این یک پرسش جدی رو در مقابل ما میگذاره. این پرسش که آیا انتخابات اصلا یک ارزش قائیه؟ یعنی ما نگاهمون به انتخابات یک نگاه مذهبی است، از اون یک فرایند مقدسی میسازیم، فکر میکنیم انتخابات یعنی دموکراسی. نه انتخابات و نه دموکراسی هیچ کدوم ارزش قایی نیستن. ارزش قایی شادی، رفاه مردم هستش، زندگی بهتر ارزش قایی هستش. اینها وسیله هایی هستن که این ارزش های قایی رو باید تأمین بکنن. اما
وقتی به انتخابات نگاه میکنید، به عنوان یک مهندس نگاه میکنید، ماشینی ساختید که این ماشین امکان سوء استفاده ازش بیش از استفاده ازش هستش. خب این ماشین معیوبه، این رو باید بفهمیم. از سوی دیگه انتخابات در وسیله ای هستش در کشورهای استبدادی که به راحتی ازش استفاده میکنن، به بهترین نحو ازش استفاده میکنن، بنابراین بیشتر ابزار دست استبداده تا ابزار دست دموکراسی. نکته دوم. سومی موضوع اینه که انتخابات اصلا به طور کلی انتخابات سراسری یک محصول قرن بیستمیه. قبل از این هستش که ما وارد شبکه‌های اجتماعی بشیم و مناسبات بشر نوع دیگری رو تجربه بکنه. قبل از قرن بیستم انتخابات چندان نبود، انتخابات‌های کوچکتری بود و برمیگرده به دوران آتن. اتفاقا جالب شاید برای بینندگان تلویزیون که انتخابات یه جوری اولین بار که تجربه شده توسط بشر یا حداقل در تاریخ ثبت شده که همه به اون استناد میکنن، ضد ایرانی ها بوده. یعنی مردم آتن سنگ های سیاه و سفیدی رو گذاشتن که هر کسی که معتقد هستش در مقابل حمله ایرانی ها باید ایستاد و باهاشون مبارزه کرد، سنگ سیاه رو برمیدارن و در اون کوزه یا هر جایی هست میندازن، و کسانی که معتقد هستن که نه، باید تسلیم ایرانی ها شد، آتنی ها، سنگ سفید رو، و سنگ سیاه تعدادش بیشتر شد. یعنی حتی اولین انتخابات هم چندان برای ما از جهت تاریخی چیز جالبی نبوده، اما به هر حال ارزشی داشته. یعنی باعث شد که مردم آتن مقاومت کردن در مقابل ارتش ایران و دست آخر هم پیروز شدن. آقای جلالی عزیز، یک به صلاح تعریفی بفرمایید از تفاوت بین شورای ملی، به اصطلاح مجلس شورا، شورای ملی که چه عرض کنم، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. نقش این دوتا و تفاوتهاشون و تأثیرشون روی زندگی مردم به چه صورته؟ بله، ببینید، ما واقعا وقتی که در مورد این انتخابات تا این حد هیجان به خرج میدیم و اونطور که من شاهد بودم این نوعی هیجان ازیانی بود، نوعی استیصال دو طرفه بود. یعنی کسانی هم که میخواستن برن رای بدن با یک استیصال میرفتن، از سر غم وارد این انتخابات میشدن، از سر ناچاری. وقتی که این رو نگاه میکنیم، سوال مهم دقیقا همین هستش که تا چه حد مجلس شورای اسلامی واقعا در زندگی مردم نقش داره. این نقش به نظر من نقش زیادی نیستش، خاطر اینکه ما در همینجا شاهد هستیم که وقتی صحبت از برجام میشه و تعدادی از نماینده های مجلس مخالفت میکنن، حتی اشک میریزن، این رو یک خیانتی مثل قرارداد ترکمنچای میدونن، از طرف رهبر آقای حجازی میاد و منویات رهبر رو به کرسی مینشونه و در عرض 20 دقیقه تمام بحث برجام تمام میشه، آقای علی لاریجانی هم خاتمه بحث رو اعلام میکنه. و در مجالس دیگه هم که دیدیم، مثلا مجلس ششم که خب به هر حال مقاومت های زیادی رو در مقابل استبداد کرد، اما دست آخر نتونست به نتیجه برسه. در این مجلس این اتفاق نخواهد افتاد و هیچ گونه تغییری رو برای آزادی های بیشتر و زندگی مقداری بهتری که مردم نفس بکشن وجود نخواهد داشت. تنها چیزی که میشه گفتش ممکنه این مجلس کمکی به شرایط بکنه، وضعیت اقتصادی هست که بتونه در همراهی با دولت وضع اقتصادی مردم رو بهتر بکنه. دولت الان مدعی هستش که پروژه اولش برجام باشه رو به انجام رسونده به موفقیت و حالا باید به اقتصاد برسه، ولی نه سیاست بین المللی، یعنی به هر حال مسئله تعلیق وضعیت سیاسی آمریکا تا زمانی که رئیس جمهور آینده انتخاب بشه و طبیعتاً ریسک سرمایه گذاری در ایران و حتی
گیرم هیچ کدوم از اینها هم نباشه. اصلا مدلی که الان دولت جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی میخواد سرمایه گذاری بکنه، مدل به نظر من عقب افتاده یه داد دنیا امروز نمیسازه. دنیا امروز داره از سوخت‌های فسیلی خارج میشه، با سرعت بسیار بالایی خارج میشه. تا ما تا 20 سال آینده صحبت از این هستش که اصلا انرژی برای انسان رایگان بشه، که تحول بزرگی در کل بشریت خواهد بود. اما ایران میخواد روی همین سوخت‌های فسیلی، روی نفت خودش سرمایه گذاری بکنه، حالا بعضا به پتروشیمی و فرآورده‌های دیگری تبدیلش بکنه و یه مقدار شاید نیروی کار در این زمین درست کنه. حتی اگر ایران بخواد در نفت هم سرمایه گذاری بکنه، کار غلطی هستش. باید بره الان در اروپا، مثلا کشورهایی مثل یونان، مثل پرتغال، مثل اسپانیا، اینها تکنولوژی پالایشگاهی بسیار خوبی رو دارن ولی سوخت ندارن. ایران میتونه با مشارکت با اونها وارد بازار بشه و محصولات خودش رو بفروشه، به جای اینکه بیاد یک سرمایه گذاری بزرگی در این زمینه بکنه. ما میتونیم به سادگی سرمایه گذاری روی ماشین های برقی بکنیم به جای ماشین های ایران خود رو. به سادگی میتونیم اینو. الان شما میتونید از گوگل کیت یک ماشین برقی بخرید و ماشین خودتون رو تبدیل به یک ماشین برقی بکنید. خیلی کارها میشه کرد. تو انرژی های پاک میشه سرمایه گذاری کردش، در تولید برق میشه سرمایه گذاری کرد و اینها به هر حال نیروی کار ایجاد میکنه. از این جهت من آینده خوبی رو در وضعیت اقتصادی ایران به هیچ روی نمیبینم. یعنی نه دیدگاه و ویژن خوبی اقتصادی وجود داره در میان دولت ما و نه شرایط جهانی این وضعیت رو باعث میشه. اما در مورد مجلس خبرگان هم این رو میتونم اجالت هم بگم که این یک سرمایه گذاری باز به نظر من توهمی است که ما داریم سرمایه گذاری میکنیم برای زمانی که در بر نبود یا در گذشته بود یا به هر حال کهولتش باعث میشد که دیگه رهبر نباشه و جانشین برای او تعیین بشه. بیایم با این شدت و حدت فکر کنیم که مجلس خبرگان خب چند نفر دیگه بیان و تصور بکنیم، یک خیال باطله، کاملا یک خیال باطله، که ما میتوانیم حاکمیت رو با بجان هم انداختن این وسط مثلا یه بهره ازش ببریم و نفسی بکشیم. این نشناختن نهاد روحانیت هستش، نشناختن سیستم نظام جمهوری اسلامی هستش. ما فکر میکنیم میتونیم اونها رو اوتسمارت کنیم، یعنی باهوشتر باشیم مثلا اونها رو عقب بزنیم. اینطور نیست، این اتفاق نیفتاده، به وضوح هم داریم میبینیم نیفتاده. از طرف دیگه مجلس خبرگان من بعید میدونم اگر وضعیت سیاسی ایران به یک جایی برسه که مسئله جانشینی رهبر مطرح بشه با شاخصهای ثباتی که امروز میشه در ایران دید. ایران در ظاهر جزیره ثباته، ایران هر دم میتونه وارد جنگ داخلی بشه، هر دم امکان داره که داعش در یک ایستگاه مترو بمب‌گذاری بکنه. به سادگی این کارها رو میتونه بکنه. اشتباهی که فکر کنیم چون تا حالا نکرده نتونسته. هیچ وقت در مطالعات تروریسم همچین حرفی رو نمیزنن، میگن که کی این اتفاق میفته. داعش به دلایل زیادی، چون پلیس امنیت شهری ما فقط بلده که کار منکراتی انجام بده یا شورش ها رو جلوشو بگیره، در مقابل تروریسم اصلا هیچ گونه تمرین و آمادگی نداره. ایران به شدت وارنبل هستش، آسیب پذیر هستش به این اتفاقات و خطرناک هستش. امیدوار هستم که دولت آقای روحانی به این مسئله ایمنی و امنیت مردم توجه بکنه. باری اگر با چنین شاخصهایی روزی مسئله جانشینی آقای خامنه‌ای مطرح بشه، من گمان نمی‌کنم مجلس خبرگان در اونجا بخواد نقش بزرگی ایفا بکنه. سپاه بدون تردید نقش بزرگتری رو میتونه در اون زمینه ایفا بکنه و بلبشوی خواهد شد. به نوعی ما با دعواهای روبرو خواهیم شد، شاید بی‌ثباتی های بیشتر که نمیشه به نظر من یک آدم که مقداری بیزنس حداقل بدونه نمیره برای مجلس خبرگان تاکید زیادی بگذاره و رأی، حالا رأی دادن نمیدونم، ولی به هر حال از جهت ذهنی سرمایه گذاری بزرگی روش بکنه. آقای جلالی، یک تشتت، یک بی‌نظمی، یک کارهای عجیب غریب و حیرت انگیزی رو ما در ایران شاهد هستیم. اولا خب این مجلس خبرگان در واقع یعنی آقای خامنه‌ای بلاغیر
تا امروز اون چه که ما از مجلس خبرگان میبینیم فقط و فقط نظرات و منویات ایشون هست. بعد میبینیم که تمام نهادهایی که حتی به موجب همین قانون اساسی خودشون باید یک مسئولیت های خاصی رو به عهده بگیرن، به کلی این موضوع منتفی شده و همه چی مخلوط شده. بسیج، سپاه پاسداران و سایر نهادها که قرار بوده که توی کار سیاست دخالت نکنن الان سیاست باز شدن و تقریبا تمام سیاست مملکت رو اونا دارن اداره میکنن، باز هم به اشارات رهبر جمهوری اسلامی. بعد تغییر موضع دادن و به اصطلاح مسخ شدن یا دگرگون شدن بعضی از افراد مثل آقای دوری نجف آبادی و آقای ری شهری، داستان چیه؟ اینا یه دفعه به گونه دیگری دارن عمل میکنن. و بعدم صحبت‌های آقای خامنه‌ای که درست سر بزنگاه میاد و صحبت‌هایی میکنه که دقیقاً میگه برید و به تندروها و اصولگراها رای بدید و ما اصلا میانه رو معنی نداره در ایران، همه باید تندرو باشه. بله، با نهایت شاید بتونم بگم غمگینی خودم باید این مسئله رو بگم که ما به یک استیصال بزرگ رسیدیم. یعنی در واقع الان مهمترین مسئله این استیصال هستش، این ناچاری هستش. دلیلش هم این هستش که ما هیچ ابزار دیگری برای تغییر در ایران نداریم، یا اونطور که من مدعیش هستم ما خلاقیت برای تغییر در ایران نداریم، به راه های جدیدی فکر نمی کنیم. تو ذهنمون دو سه تا چیز هستش، یکی انقلاب، یکی اصلاح، یکی حمله نظامی هستش، چیزهایی از این قبیل. اینها راه های تغییر نیستن، اینها ابزار هستن و باید ببینیم کدام یک از این ابزارها در دست ما هستش. من هیچ کدوم از این ابزارها رو بیدرنگ در موردشون یک قضاوت اخلاقی نمیذارم. مثلا هرگز نمیگم حمله نظامی کار بدی هست، به این خاطر که حمله نظامی در کوزوو و سربستان باعث شد که از یک قتل عام بزرگ جلوگیری بشه، مسلمان های اونجا حفظ شدن، سرها واقعا داشتن نوعی قتل عام میکردن رو انجام میدادن، نسل کشی رو. بعد یا مثلا در مقابله با داعش شما مبارزه مسلحانه رو باید تایید بکنید، چاره‌ای به جز این نیستش. یک جایی رو باید انتخابات رو نگاه بکنید، یک جا باید خیابان رو به عنوان ابزار ببینید. تک تک این ابزارها رو باید محک بزنید ببینید کدام یک در دست شما هست. ما باید این واقعیت رو بپذیریم که انتخابات ابزاری در دست ما مردم نیست، میتونه وضعیت روزمره ما رو تغییر بده، ولی ابزاری در دست ما برای تغییراتی که واقعا بخوایم به سمت یک زندگی بهتری بریم. عدد کشور ما و رتبه کشور ما در زمینه‌های مختلف توسعه، حتی در زمینه بهداشت روانی، عدد 100 120 140 یا کشورهای آخر نباشه. ببینید این مسئله استیصالی که من در این انتخابات دیدم به وضوح وضعیتی که وزارت بهداشت خود ما اعلام میکنه، یعنی از هر چهار ایرانی یکی دچار بیماری های اعصاب و روان هست. این وحشتناکه، این وحشتناکه، این بحران هست، به شدت نگران کننده است. یعنی فقط نباید نسبت بهش ناراحت بود، ترسناکه، به خاطر اینکه بدتر میشه و همینطور ما اثراتش رو در سیاست داریم میبینیم که بدتر میشه. به همین جهت به نظر من این مهمترین درسیه که ما از این انتخابات میگیریم و مهمترین درسی بود که حداقل من گرفتم. اما اگر به داستان آقای رشهری و دوری نجف آبادی و چون این افرادی بپردازم که این افرادی که به هر حال به طور مشخص جنایت کردن، به طور مشخص آدم کشتن، توی قتل‌های زنجیره‌ای آقای دوری نجف آبادی یکی از متهمین اصلی است و وزیر اطلاعات اون زمان بوده، نه تنها این غیر اخلاقی است و به نظر من آقای خاتمی که چون این حرفی رو میزنه که بیایید به تمام این لیست رأی بدید، یک کار واقعا
زشت اخلاقی رو داره انجام میده. آقای خاتمی رو من وقتی تماشا میکنم میبینم خب در سال 67 کشتارهای سال 67 رو تحمل کرده، سکوت کرده، میگیم شیفتگی شیداواری که نسبت به مراد خودش آقای خمینی داشته او رو به این سکوت واداشته یا به توجیه در واقع واداشته، با اون فعلا کاری نداریم. اما در زمان ریاست جمهوریش آمد در مقابل آدم کشی، در مقابل ترور ایستاد، شجاعانه ایستاد، مسئولیت پذیر شد. الان دوباره برگشته و داره به همون افراد رو تایید میکنه که برید رأی بدید، بهشون تبلیغشون رو میکنه. این به نظر من یک انحطاط اخلاقی بدون تعارف و آقای خاتمی باید نگاه کنه به خودش، ببینه که چه عاملی باعث این انحطاط اخلاقی شده. آیا میخواد که مثل دیگران گناه رو گردن دیگران بندازه و بگه که آقایان طرف مقابل ما رو محدود کردن، ما رو به این ناچاری و استیصال رسوندن، یا میخواد یک بازنگری در شخصیت خودش، در ذهنیت خودش بکنه و ببینه که تمام اینها از تناقض فکری خودش هستش، از بی اعتبار بودن و بی معنا بودن گفتمان اصلاح طلبی دینی است. تا زمانی که در یک کشور قانون شریعت قانون اساسی اون کشوره، اون کشور قانون اساسیش دین رسمی داره، هرگز شما نمیتونید یک اصلاح به وجود بیارید، هرگز نمیتونید اسم دموکراسی بیارید، هرگز نمیتونید اسم حقوق بشر بیارید. اگر میارید دروغ دارید میگید. شریعت بین زن و مرد تفکیک میکنه، بین مسلمان و غیر مسلمان تفکیک میکنه، با افتخار تفکیک میکنه. چطور ممکنه که ما در مورد حقوق بشر صحبت بکنیم؟ حالا اینجا ممکنه افرادی بگن که خب مثلا تعبیراتی که آقای خاتمی از شریعت داره متفاوت از تعبیراتی است یا نوع برداشتی است که آقای مصباح یزدی مثلا از شریعت داره. اینجا باز بی اعتبار هم از جهت منطقی، تئوریک و حقوقی، به خاطر اینکه مادامی که شما شریعت رو بهش اعتبار دادید که بیاد وسط میدان و قانون رسمی یک کشور باشه، قبل از هر چیز سوال اینجا پیش میاد که چه کسی اتوریتش هستش. مسلما اونی که مرجع باشه یا فقیه باشه یا مقداری خشن‌تر باشه اتوریته بهتری برای شریعت هستش. بنابراین راه رو باز گذاشتید و طبیعتا این به سمت برخوردهای خشن‌تر میره. الان اگر سنگسار در نظام جمهوری اسلامی نمیشه، نه به خاطر اینکه کنار گذاشته شده، به خاطر اینکه فرهنگ غالب یه مقداری محدودش کرده، وگرنه جزء قوانین مجازات اسلامی ما هست، رسما هستش. زمانش پیش میاد، فرصتی پیش میاد، این کار اجرا میشه. این مسئله در کنار این که من فکر میکنم این رو هم لازمه بگم، ببینید ما یک جاهایی باید ذهن خودمون رو تمیز بکنیم، دوباره نگاه کنیم. متاسفانه در بقیه علوم اینطور نیست، ولی در علوم سیاسی یک مشکل بزرگی که هستش اینه که ما دچار تکرار میشیم، تکرارهای هذیانی میشیم، حرفایی که دیگران میزنن و به نظر ما لحظه که خوبی رسه تکرار میکنیم. مثلا یک تفکیک خیلی معروفی رو شما در ایران میشنوید بین اصلاح طلبان، تئوریسین هاشون همه دارن در این مورد حرف میزنن، نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی، و میگن که خب مثلا نهادهای انتصابی جلوی نهادهای انتخابی رو میگیرن. ولی این تفکیک به باور من غلطه. ما نهادهای انتخابی یا نهادهای قانونی داریم، در برابرش نهادهای انتصابی نمیتونیم بگیم، نهادهای شرعی هستند. به این خاطر که ما مثلا با مجمع تشخیص مصلحت نظام مردم ایران خیلی دعوایی ندارن، با اون اصلا رابطه ای ندارن، نسبتی برقرار نمیکنن. اما مشکلشون با کجاست؟ با نهاد شورای نگهبان هستش، با مجلس خبرگان هستش، با نهاد ولایت فقیه هست. اینها هستن که به خاطر شرعی بودنشون میتونن بر روی نهادهای دیگه اثر بگذارن. آقای خاتمی باید ببینه که گرفتاری امروزش و این استیصالش به خاطر همین نهادهای شرعی است. پس مسئله شرعه. مشکل بزرگ ایران شرعه. به نظر من مشکل بزرگ ایران دموکراسی نیست. شما شرع رو از قوانین ایران بردارید، نهادهایی که بتونن دموکراتیک باشن وجود دارن. ولی آقای جلالی، تا چه حد الان مسئله ای که مطرح، آیا واقعا این تغییراتی رو میشه به دنبال این
پروسه هایی رو که شاهدش هستیم در ایران انتظار داشت؟ و اگر نه، پیشنهاد چی است برای تغییرات؟ نه در مملکت ما، در همه دنیا ما شاهد مقاومت گروه هایی که در رأس مشاغل مختلف هستند با تغییر بودیم. در همین ایالات متحده وقتی که یو اس استیل که بزرگترین فولادسازی امریکا بود، به اصطلاح مدیر اصلیش یا بنیانگذارش پسرش رو به جاش منصوب کرد و پسرش یک فرد تحصیل کرده در زمینه منیجمنت و مدیریت، چندین سال با تغییراتی که او باید به وجود می آورد به وجود آورد، این مؤسسه ضرر می کرد. از جمله مثلا میزان تولید رو با خطوطی که در انباری که این محصولات رو اونجا انباشت می کردن مشخص شده بود که یه خط قرمز بود، یه خط سبز بود، یه خط زرد بود، و وقتی که این محصولات رو اونجا میذاشتن به خط قرمز میرسید باید تولید رو شروع میکردن، به خط زرد میرسید باید آماده میشدن برای تولید، به خط سبز که میرسید باید متوقف میکردن. و خب این یک مسخره بود از نظر منیجمنت و دور، ولی مدت ها طول کشید و ما این رو به نحو خیلی خیلی شدیدتری تو ایران شاهدش هستیم. یعنی هر تغییری رو که در ایران خواسته به وجود بیاد، در ادارات، در مؤسسات، در کل سیستم سیاسی و اجتماعی مملکت با مقاومت روبرو بودیم. همین الان میبینیم که همین جریان برجام یا نمونه های دیگه یک شاید یه نمونه هایی باشه از این صحبت که من میکنم. تا چقدر موافق هستید با این صحبت؟ بله، ببینید، من برای اینکه به تغییرات فکر کنم باید ببینم که من چقدر برای این مسئله آماده هستم. من شاید به نوعی دیگه بگم، همیشه برای به تغییرات فکر کرد و همیشه کار دیگری کرد که به نظر من مهمه، همانطور که درس کردم با بحران تغییرات اقلیمی در ایران که الان ما شاهد هستیم. اهواز ما در من فکر میکنم سکنه خودش رو از دست بده در چند سال آینده، نگرانی خیلی زیادی هستش. دزرتیفیکیشن یا بیابانزایی از سمت عراق داره به سمت ایران با سرعت بالایی میاد. ریزگردها به این دلیل هستن، یعنی حتی سیاست خارجی ایران در فرصت مناسب باید توضیح بدم، سیاست خارجی ایران با تغییرات آب و هوایی بسیار ارتباط نزدیکی داره. سیاست داخلی هم چیزی که ما به عنوان خودکفایی میشناختیم، جهاد کشاورزی میشناختیم، در واقع تنوع زیستی، بایودایورسیتی خودمون رو از دست دادیم که بیایم گندم بکاریم که خودکفا باشیم. خب این اثر بزرگی روی تغییرات آب و هوایی میگذاره، یا چیزهایی از این قبیل باعث شده که الان با بحران آب به خصوص در بخش کشاورزی روبرو باشیم. این اتفاقات همش به خاطر سیاست‌های کلان کشور هستش. همچنین مسئله خود مسئله اسلامگرایی که من دست در دست تغییرات آب و هوایی دو بحران بزرگ جهانی میبینمشون، اینها تا حدود زیادی من رو شخصا نگران میکنه که نمیتونم به ثبات و امنیت در ایران اطمینان داشته باشم. اگر اتفاقی در ایران بیفته، اگر بی ثباتی بشه، باری حداقل پیش خودم فکر میکنم، من به عنوان یه آدمی که توی این نسل هستم و مردم کشورم رو دوست دارم، من تازگی ها فهمیدم که مردم کشورم رو خیلی دوست دارم، بعد و دلم میخواد ایران صدام میکنه، خاورمیانه صدام میکنه، تو آمریکا نمیخوام حل بشم و میبینم که مشکل اسلامگرایی، مشکل داعش و اینها رو من از زندگیم از در کودکی داشتم، در ایران بوده، همون داره انعکاس پیدا میکنه و الان گریبان همه جهانیان رو گرفته. اینها من رو صدا میکنه، نگاه میکنم، میگم که حداقل اگر این بی‌ثباتی سیاسی پیش آمد، من آماده باشم، ذهنم رو پرورش داده باشم. خب برای همچین کاری آسیب شناسی میکنم، میبینم که الان مشکل بزرگ چیه. الان مشکل بزرگ همین استیصاله، الان مشکل بزرگ که واضح داریم میبینیم همین بهداشت روانی هستش، الان مشکل بزرگ ما خشمه. من خشمی از دو طرف دیدم، از دو طرف کسانی که میخواستن رأی بدن میخواستن ندن روی فیسبوک، واقعا دردناک بود، واقعا هذیانی بود.
و این خشم ها به جای اینکه نسبت به حاکمیت داشته باشن به همدیگه داشتن. یعنی ما خشم خودمون رو در واقع جهت مسیرش رو عوض میکنیم، روی همدیگه میگذاریم. بسیاری از افراد شناخته شده به خصوص در نسل خودم که مؤثر هم هستند، صاحب قلم هستند، صاحب رسانه هستند، در همین چند روز اخیر دوستی هاشون برباد رفت، با هم به دوستی هاشون رو قطع کردن، به دشمنی و پرخاش رسید، دلشکستگی بزرگ در دو طرف بود. یه طرف مقابلی که میخواست بره رای بده از این موضوع ناراحته، شما به جنبه روانیش بکنید، از این موضوع ناراحتی که داره میره رای میده، از این بابت خوشحال نیست، احساس نمیکنه خوشبختی داره برای خودش میخره با رای دادن، از سر استیصال میره. بعد حالا سرکوفت طرف مقابل رو هم که رای نمیده رو داره میخوره که ملامتش میکنه بابت این کار، و تو دلش احساس میکنه تا حدود زیادی او هم حق داره ولی استدلالات خودش رو داره. این واقعا اذیت روانی اذیت کننده است. کسی هم که رأی نمیده تعجب میکنه، میگه شما چرا خودتون رو فروختید، چرا میخواید به دوری نجف آبادی یا ری شهری رأی بدید که اینها قاتلن، اینها چه تفاوتی با آقای خامنه ای دارن؟ اون طرف استدلال هم درسته. دلیلش این هستش که ما تمام تغییرات یا نوع اثرگذاری خودمون رو داریم در انتخابات میبینیم. اگر درست آسیب شناسی بکنیم میبینیم که ما نباید انتخابات رو چشم داشته باشیم، چه نفیان چه اثباتن، باید به راه‌های تغییر دیگری فکر کنیم. برای راه‌های تغییر دیگه خیلی ساده ممکنه به ذهن بسیاری عجیب بیاد این حرف، ولی اگر بهش درست فکر کنیم میبینیم اتفاقا وضعیت موجود عجیبه. این چیزی که من میگم چیز عجیبی نیست. ما باید ببخشیم، ما باید مهربانی رو تمرین بکنیم، ما باید آفریقای جنوبی رفتش کمیته های حقیقت یا به آشتی درست کردن، کار بسیار سختیه. اینطور نیستش که با فرهمندی آقای ماندلا این اتفاق افتاده باشه. در اینجا در همین آمریکا فروم های مشاوره استراتژیک وجود داشتن، سناریو نوشتن که اگر این کارو بکنید انقدر هزینه داره، انقدر فایده داره، انقدر مردم آسیب ببینن، انقدر نتیجه میگیرید. زمان بندی کردن، جدول زمانی دادن، اینها رو در مقابل آقای ماندلا گذاشتن، گفتن شما انتخاب بکنید. آقای ماندلا یکیش رو انتخاب کردن از این سناریوها رو. این کارها کارهای علمی تخصصی هستش. اینطور نیستش که یک دفعه دل آقای ماندلا مثلا قلبش باز شده باشه. در کنار هم قلب باز شدن و مهربانی باید در مقابل در کنار دانش و بصیرت باشه. ما چاره ای نداریم. اگر الان انقدر ناچاریم که داریم دست و پا میزنیم برای انتخابات، از اون طرف بیاییم ببینیم چاره ای هم نداریم جز اینکه نظام جمهوری اسلامی رو ببخشیم در دل خودمون، یعنی اشخاص رو ببخشیم. ما چند تا دروغ به خودمون میگیم. میگیم که مبارزات مسلمت آمیز چقدر میشنویم، میگیم مبارزات مدنی چقدر میشنویم، همه دارن اینو میگن، میگیم مبارزات خشونت پرهیز چقدر میشنویم، همه اینها خودفریبیه. خب طرف مقابل که آدم عاقلی هستش، دیوانه که نیستش. آقای خامنه ای میگه که شما تا زمانی که قدرت ندارید دارید این حرفا رو میزنید، زمانی که قدرت به دست میارید دمار از روزگار ما در میارید، اسمش رو هم میگذارید اجرای عدالت. خب حالا من به عنوان یک فعال سیاسی باید این فکر بکنم که آقا من دو تا بیزنس رو نمیتونم داشته باشم، هم تغییر بخوام هم اجرای عدالت بخوام. اجرای عدالت به من ارتباطی نداره، من باید یک بار رو زمین بگذارم. و در این شرایط هستش که میشه نظام جمهوری اسلامی رو به سمت توافق آورد. ببینید روحانیت رو من میشناسم چون از خانواده روحانی میام. روحانیت اهل بحث هستن، اهل مباحثه هستن، اهل منطق تا حدودی هستن. فشار اگر بهشون بیارید آماده مذاکره و توافق هستن. ما در رفتار سیاست خارجی اونها دیدیم زمانی که فشار بهشون آمد آمدن توافق کردن. خب ما الان هنوز فشار رو نداریم، بسیار خوب، اما آمادگی خودمون، برگه های خودمون، پیپر ورک خودمون رو برای توافق باشون انجام بدیم. این کار حداقل بکنیم که اگر فشار به وجود آمد بتونیم ازش استفاده بکنیم تا اونها رو پشت میز بکشیم. آقای جلالی ببخشید ادامه بدید. دکته دیگه کم فکر میکنم در اینجا مهم باشه این هستش که سرعت ما باید بالا باشه. جدن برخلاف ظاهری که در ایران مردم احساس میکنن زندگی روزمرهشون داره میگذره،
واقعیتی نیست. ما خواهیم دید در چند سال آینده که وضعیت مردم، حتی زندگی روزمره مردم بسیار بسیار بدتر خواهد شد و حتی بحران‌های فاجعه آمیز میتونه به وجود بیاد، فروپاشی های سیاسی میتونه به وجود بیاد. ما نیاز داریم خشم خودمون رو نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیلش بکنیم به بخشش به اضافه سرعت، در ازاش سرعت رو ببریم بالا که بتونیم تغییرات رو ایجاد کنیم. خیلی ممنونم آقای جلالی. متاسفانه وقت اون همیشه محدود برای صحبت هایی که میشه کرد در این زمینه. شما اشاره کردی به کاری که در افریقای جنوبی ما شاهدش بودیم و نقش مندلا، اون کاری که بشریت واقعا همیشه سر تعظیم در مقابلش فرود آورده. تا چه حد در یه دقیقه اگه بتونین رو خلاصه بکنین، تا چه حد ما زمینه این کار رو تو ایران داریم؟ ما همین الان میبینیم که کوچکترین نظر مخالفی با ضرب و شتم، با فحاشی، با خشونت روبرو میشه و کاری رو که این رژیم کرده طی این سالیان خشونت رو تشویق کرده، یعنی شده جزو، یعنی مردم ایران دیگه اون مردم سابق نیستن که دلرحیم بودن، به بزرگان بزرگتر از خودشون احترام میذاشتن. لااقل من تجربه‌ام در آخرین سفری که به ایران رفتم این چنین بود. این واقعا فکر نمی‌کنی یه موزل بزرگ باشه؟ اگه خیلی کوتاه، چون وقتم واقعا تمامم شده، ولی گفتم این موضوع رو جناب علی اشاره بفرمایید، شاید یه جلسه کامل رو به این اختصاص بدیم. بله حتما. ببینید، مهربانی که ما در گذشته در ایران داشتیم در نسل‌های قبل اینها به نظر من یک نوع مهربانی خونی یا قبیلگی یا فامیلی بوده. من مهربانی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی دارم نگاه می‌کنم. اندکی متفاوت هستش یا شاید زیاد متفاوت هستش. ما باید این رو اول در خودمون ایجاد بکنیم، یعنی بتونیم به نوعی گفتمانی بسازیم، دیسکورسی بسازیم که بگیم آقا تنها راه ایران سکولاریسمه، یعنی قانون سکولار تحمیل باید بشه، این قانون سکولار بدون تردید. اما در ازاش ما دعوا با اشخاص نداریم، ما نمیخوایم که اونها رو به عدالت بسپاریم، این مسئله ما نیستش. اگر این به شکل یک گفتمان در ما شکل بگیره، میتونیم تغییراتی رو برای آینده حداقل براش آماده باشیم، حداقل ایران به یک فیلد استیت تبدیل نشه. یعنی الان اگر بی‌ثباتی در ایران یک دفعه شکل بگیره، اینطور نیستش که استبداد به وجود بیاد. من بعید میدونم استبدادی در ایران امکان پذیر باشه، به خاطر اینکه اصلا چهره های فرهمند و شاخصی وجود ندارن. من فکر میکنم که ما به شمال پاکستان تبدیل میشیم، ما به چیزی شبیه سوریه تبدیل میشیم، یعنی فیلد استیت میشیم. ایران قابل حکمرانی دیگه نخواهد بود، نظم عمومی از بین میره. این کار رو حداقل با خودمون تمرین کنیم. الان هم که داریم میبینیم مشکل اصلی خشمه، خشمه که بین مردم اینطور داره دوستی ها و پیوند های ما رو به هم میزنه. ما باید یک سری نگاه های جدید بکنیم، حتی یک چیزی که شاید یکمی برای بینندگان شوک‌آور باشه، اما اجازه بدید بگم، ما باید کودکی خودمون رو بازیابی بکنیم، باید بازیگوشی هوش خودمون رو بازیابی کنیم. مشکل بزرگ این هستش که کودکی خودمون رو فراموش کردیم. مذهب کودکی ما رو از بین برده، همش در خشونت به سر میبریم. دوران کودکی رو دورانی میدونیم که پیش از دوران بزرگسالی هستش. اینها تمرین های ذهنی بزرگی هستش که باید با خودمون انجام بدیم. بله، خیلی ممنونم آقای جلالی. متاسفانه همونطور که گفتم فرصت نیست، امیدوارم در فرصتی مغتنم و کافی در آینده نزدیک بتونیم در این مورد به تفصیل صحبت بکنیم با هم دیگه، در این سوال، در مورد سوال آخری که مطرح کردم. از شما خداحافظی میکنم.